سلام و درود خدمت همه عزیزایی که در برنامه هر شب نیم ساعت مطالعه با من هستید. قسمی که میدانین ما هر شب نیم ساعت به صورت آنلاین مطالعه داریم و ممنون از عزیزایی که به گونه لایف در برنامه میپیوندن از اینستاگرام و همچنان تشکر از عزیزایی که بعدن ویدیوها را در صفحه اینستاگرام ما یا همچنان صفحه یوتیوب ما تماشا میکنن. ما تصمیم بر این گرفتیم که کنار هم روزانه نیم ساعت جمع شویم اینجا و به صورت لایف و آنلاین کسایی که اشتراک میکنن بعدن ویدیو را میبینن. تصمیم داریم کتابهای بسیار خوب و نایاب را مورد مطالعه قرار بدیم. ما معمولا 2 دقیقه وقت در آنلاین میشیم. زمان برنامه ما از صفحه اینستاگرام ساعت 9 شب به وقت ترکیه هست، 2:30 شب به وقت افغانستان و ایران و بعضی کشورهای دیگه است و همچنان ساعت 8 به وقت کشورهای اروپایی است و کشورهای بعدی که شما قرار دارین خودتان میتونین او کشور را تایمش مشخص بکنین. فقط بیاین این ویدیو را و این لینک را به عزیزای مختلف ما پخش بکنیم و تا ای که عزیزا را سوق بتیم به سمت مطالعه. حالا فواید مطالعه را نمیخوایم صحبت کنم، بحثای زیادی داریم. ما در قسمت 12 کتاب دانشکده کسب و کار داریم، کتابی را که فعلا مطالعه میکنیم، یعنی که 11 قسمت کتاب ما مطالعه کردیم و در صفحه اینستاگرام و یوتیوب ما که شما اینجا میبینین بالا اینجا گذاشتیم و شما راحت میتونین برین. کتابای بسیار خوبه مثل دانشکده را قسمتایش و خیلی از کتابای دیگر اونجا در صفحه یوتیوب پیدا کنین. خب عزیزای دل، فصل 9 صفحه 153 کتاب دانشکده کسب و کار که عنوانش نویسنده رابرت کیوساکی که میگه اکنون میتوانید بر رویای خود برسید، همه چیز از زمان حال آغاز میشود. امیدوارم هر روز رأس ساعت 2 دقیقه قبل ما آنلاین میشم، شما هم 2 دقیقه قبل آنلاین شوین تا ای که پشت هم به ترتیب همه فصل ها را بخوانیم. فکر میکنم صفحات آخر این کتاب هستیم و منتظر باشیم که را خلاص کنیم بریم به سوی یک کتاب فوق‌العاده دیگر. عزیزا، صفحه که مطالعه میکنیم ارزش شماره 7 فصل 9 میگه کار، مثل عنوانش هم اینجا نوشته کردم بالا میبینین، کار نکردن برای پول. رابرت کیوساکی در این بخش چی میگه؟ میگه سال 2002 در یک مصاحبه رادیو شرکت کردم که شنونده زنگ زد و گفت من مهندس یا انجینیر الکترونیک هستم و برای یک شرکت کامپیوتری بزرگ در سیلیکون ویلی کار میکنم. سیلیکون ویلی اسم جا. همانطور که مطلع هستید فناوری های پیشرفته بخصوص در جایی که ما هستیم یعنی کالیفرنیا دیگر رونقی ندارد. البته مرا اخراج نکردن ولی ساعت کاری و معاشم یعنی منظورش حقوقم را کم کردن. مطمئنن اطلاع دارید که در اینجا یعنی BRE هزینه های مسکن بسیار بالاست. در حال حاضر با شرایطی که اتفاق افتاده اقساط خانم تقریبا به اندازه معاشم یا حقوقم شده و اگر قرار باشد معاش یا حقوقم را کمتر بکنن منزلم را باید تخلیه کنم. از همه بدتر این که معاشم یا حقوقم، معاش به اصطلاح این که معاش تقاعدم را هم حذف میکنن. در حقیقت پیشنهاداتتان در این مورد چیست؟ چه کار باید بکنم؟ حالا کسی زنگ میزنه، تماس میگیره در برنامه رادیو به جناب رابرت کیوساکی را میگه. حالا رابرت کیوساکی چه جواب میده؟ میگه اولین سوالی که میپرسیدم این بود، تا به حال به فکر فروش خانه‌ات افتاده ای؟ بله. ولی مشکل دیگری هست که قیمت خانه‌ام به شدت پایین آمده است و قرض من به بانک بیشتر از ارزش اصلی خانه است. طوری شده است که اگر بخوام بفروشمش باید یک پولی هم روی آن بگذارم و قرض بانکی هم را تسویه کنم. از همه مهمتر این که اجاره خانه‌ها به قدر بالاست که جایی برای اجاره کردن هم پیدا نمی کنم. از او پرسیدم شغل همسرتان چیست؟
او مربی کودکستان یا مهد کودک است. راستشو هم با مشکل مواجه است و بسیاری از خانواده ها فرزندانشان را از آنجا بردن. البته او کارمند رسمی است ولی حقوق و یا معاشش بسیار پایین است. سوال بعدی که ازش کردم میگن چرا دنبال شغلی نیستید که حقوق یا معاش بیشتری داشته باشد؟ دلش میخواهد، ولی هر دو تا بچه های ما به همان مهد کودک میروند و برای ما هزینه ندارد. در حقیقت اگر بخواهد جای دیگر کار کند مجبور است هزینه مهد کودک را خودش پرداخت کند. سوال بعدی، تا حالا دنبال کسب و کار نیمه وقت بوده اید؟ ازش پرسیدم میگن برای شما گفتم یک سنت هم پول ندارم، با دست خالی نمیشود کاری کرد. از او پرسیدم به بازاریابی شبکه‌ای فکر کرده اید؟ سرمایه برای شروع نیاز ندارد و در کنارش آموزش های خوبی هم به شما خب میگه هی این گونه آنها هم پولی زیادی به آدم نمیدهند. توقع دارن 2-3 سال کار کنید بعد از آن درآمد کسب کنید. گفتم که ما حالا با پول نیاز نداریم، نه 3 سال بعد. یعنی ما حالا با پول نیاز داریم، نه 3 سال بعد. در این لحظه مجری برنامه اعلام کرد که وقت برنامه به اتمام رسیده و ما نتوانستیم از گفتگوی خود نتیجه بگیریم. این مصاحبه کاملا نشان میداد که ما 2 نفر به دنبال یک چیز متفاوت هستیم و ارزش‌های ما با هم فرق میکرد. او به شدت نیاز به پول داشت و من در این مورد به او حق می دادم، همان طوری که بعضی از شما ممکن است بدانید من و همسرم زمان کاملا ورشکسته بودیم. حتی برای چند هفته خانه‌ای برای زندگی کردن نداشتیم و مجبور بودیم در خیابان‌ها یا سرک‌ها بخوابیم. به همین خاطر به خوبی می توانستم بی‌پولی را درک کنم. من و کیم به همین دلیل توانستیم کمتر از 10 سال با آزادی مالی برسیم که به خوبی تفاوت بین پول و ثروت را متوجه شویم. اگر دوست دارید که بدانید چطور موفق به انجام کار شدیم، کتاب جوان و ثروتمند متقاعد را و ثروتمند متقاعد شوید را از مجموعه کتاب‌های پدر پولدار را حتما مورد مطالعه قرار بدین. در ضمن کتاب 4 راه پولسازی پدر پولدار که داستان زندگی ما در سال 1985 بود را مطالعه کنید. این سال بدترین دوران زندگی ما بود که در نهایت ما ورشکسته و بی خانمان شدیم. این کتاب‌ها را برای کسانی معرفی می‌کردم که می‌خواهند احساس مرا در زمان بی خانمانی بدانند. هر دو کتاب نشان می‌دهد که ما چیگونه از آن بحران فلاکت بار رهایی پیدا کردیم. اجازه دهید تا فکرتان را راحت کنم. من و کیم به این دلیل تصمیم گرفتیم تا ثروتمند شویم. دقیقا می دانستیم بیپولی یعنی چی، مفلسی یعنی چی. از نظر ما بیپولی بسیار رنجاور است و هرگز به فقر مالی محدود نمی شود. بیپولی زندگی مشترک در حقیقت اعتماد به نفس و حتی عزت نفس ما را به چالش کشیده بود. پس بیاین در مورد 3 روش برای زیستن صحبت کنیم. برای مدت‌ها بعد از آن مصاحبه احساسی که زمان ترک استودیو داشتم با من همراه بود و آزارم میداد، اذیتم میکرد، همان طوری که در فصل قبل اشاره شد ما آدم‌ها از نظر احساسی با هم ارتباط داریم. در طی آن گفتگو بین من و آن شخص رابطه ایجاد شد و ترس خودش را به من هم انتقال کرده بود. من بسیار خوب ترس او را احساس کردم و همین مرا به شدت تحت تاثیر خود قرار داده بود. در حقیقت در این فصل میخواهم درباره همین احساس صحبت کنم. من و کیم میدانیم که در برخورد با پول 3 حس مختلف میتواند وجود داشته باشد و بر اساس این 3 حس 3 روش زندگی را میتوان در پیش گرفت. اول، احساس ترس. هنگامی که بی پول و بی خانمان بودیم احساس ترس فلج کننده داشتیم. آنقدر این ترس شدید بود که نمیتوانستم درست فکر کنم. دقیقا همان احساسی که وقتی با آن پدر جوان صحبت میکردم به من دست داد. زمانی که جوانتر بودم همین احساس را تقریبا داشتم. پدر و مادرم بیشتر زمان زندگی مشترکشان را در فقر سپری کردند.
بیشتر دوران بچگی من نیز با این حس گذشت که پولی کافی نداریم، که پولی کافی نداریم، که پولی کافی نداریم و این جمله. دو، احساس عصبانیت و خستگی. دومین روش زندگی کردن با عصبانیت و ناامیدی است. همیشه از این ناراحت باشید که مجبورید هر روز صبح از خواب برخیزید و سر کار بروید، خصوصا مواقعی که دلت میخواهد که کار دیگری انجام بدهید. حتی افرادی که شغل مناسب با حقوق بالا یا معاش بالا دارن هم امکان دارد چنین حسی پیدا کنند. برای اینکه به اندازه کافی پول ندارن که با فکر آسوده دست از کار بکشد، در حقیقت حس آزردگی از همینجا نشأت میگیرد. این افراد به خوبی میدانند که اگر دست از کار بکشند، دنیایی که در حال حاضر در آن زندگی میکنند بسیار سریع فرو میپاشد. این افراد معمولا چنین میگوید: نمیتوانم کارم را رها کنم. اگر این کار را بکنم، بانک تمام زندگیم را از من میگیرد. یا اینکه دلم تنگ است برای رخصتی یا تعطیل، یا فقط 10 سال بعد مانده تا متقاعد شوم. این جملات خیلی ازشان میشنوین. خب، 3، احساس شادمانی، آرامش خاطر و رضایت. 3مین روش زندگی کردن با فکر راحت است. میدونید چه کار باید بکنید و چه کاری را انجام ندهید؟ آیا به اندازه کافی درآمد دارید؟ از سال 1994 که من و کیم کسب و کار خود را گذاشتیم و خود را متقاعد کردیم، همیشه در زندگی چنین احساسی داشتیم. در آن زمان کیم 37 ساله و من 47 ساله بودم. از نظر من این آرامش خاطر ارزش تلاش کردن را دارد. با این وجود هنوز هم کار میکنیم، ولی احساس بی‌نظیری داریم. برای اینکه اطمینان داریم هر زمان که دل ما بخواهد می توانیم دست از کار بکشیم و همان زمان به قدر پول خواهیم داشت تا پایان عمر آسوده خاطر زندگی کنیم. حالا بیان در مورد تفاوت پول و ثروت صحبت کنیم. چیزی که می خواستم در آن مصاحبه رادیو و مخاطب جوانم بگویم این بود که اگر به این روال کار کند و فقط برای پول کار کند، قطعا به مشکل مواجه خواهد شد و هرگز نمی تواند آن را حل کند. زمانی که از او خواستم تا وارد بازاریابی شبکه‌ای شود، منظورم این بود که بهتر از به جای کار کردن برای معاش بالا و افق بالا برای خودش ثروت کسب کند. زمانی که پاسخ داد اینگونه، ولی آنها پول زیادی به آدم نمیدهند، توقع دارند 2-3 سال کار کنید تا تازه شروع کنید و پول پیدا کردن. گفتم ما در حال حاضر پول میخواهیم، نه سال بعد. متوجه شدم که برای حل مشکل او باید ارزش‌هایش را از ریشه و اساس تغییر داد. شک نداشتم که نهایتاً او و همسرش پولی به دست می آورن و خودشان را از این بحران نجات می دهن و از معاش یا حقوق پایان ماهشان هم بی نیاز خواهند شد، در صورتی که ارزش هایشان را تغییر دهن. بنابراین اگر آنها به جای پول پیدا کردن به فکر کار کردن برای پول باشن، بقیه زندگیشان همچنان با ترس، نگرانی و سرخوردگی سپری خواهد شد. ثروت چیست عزیزا؟ ثروت چیست؟ در کتابای قبلی هم از مجموعه کتابای پدر پولدار گفتم که ثروت با پول سنجیده نمی شود و با زمان سنجیده می شود. تعریف ما این گونه است: ثروت تعداد روزهایی است که بتوانی بدون کار کردن وضعیت فعلی خود را حفظ کنی. وای وای وای، چه تعریفی، تعریف جدید از ثروت. گوش کنید، میگه که ثروت چیست؟ ثروت تعداد روزهایی است که بتوانی بدون کار کردن وضعیت فعلی خود را حفظ کنی. همانطوری که قبلا اشاره کردم، ثروت را با زمان میسنجیم. برای مثال اگر کل چیزی که من دارم $1,000 و خرج روزانه هم $100 باشد، ثروت من 10 روزه است، یعنی 10 روز من ثروت دارم. اگر مصارف زندگیم روزانه $50 باشد، ثروتم 20 روز است. این یک مثال بسیار ساده است. دوباره تاکید میکنم که ثروت با زمان سنجیده میشود، نه با پول. ثروت و سلامتی مشابه با یکدیگرند. برای اینکه هر دوی آنها با زمان سنجیده میشود. مثلا دکتر به بیمار میگوید 6 ماه بیشتر زنده نیستی،
دکتر میزان سلامتی بیمار را با مقیاس زمان او زمان با او میفهماند. شخص را میشناسم که وضعیت مالیش به شدت خراب است. او زمانی که با این روش ثروتش را حساب میکند میگوید من منفی 2 ماه ثروت دارم. در واقع او با پول و زمان هر دو قرضدار است، بدهکار است. آمار نشان داده که به طور متوسط خانواده های آمریکایی کمتر از 3 ماه با فاجعه مالی فاصله دارند. یعنی اگر 3 ماه حقوق معاش نگیرن وضعیت بسیار آشفته‌ای پیدا میکنن و کاسه چیکنم چیکنم به دست میگیرن. این شرایط ناشی از جان کندن برای پول به جای تلاش برای کسب ثروت است. قبل از ادامه دادن از خودتان سوال کنید عزیزا، اگر من در صورتی که متأهل هستید شما و همسرتان یک جای سوال کنین، اگر تنها هستین خودتان سوال کنین از خودتان، از امروز دیگر کار نکنم تا چند روز دیگر میتوانم به همین منوال زندگی کنم؟ پاسختان ثروت امروز شماست. از پاسخی که میدهید دلخور نشوید، برای اینکه حتی اگر امروز هم درآمد زیادی ندارید این امکان وجود دارد که بتوانید ثروتتان را افزایش دهید. پس بیاین عنوان فوق‌العاده‌ای را بخوانیم برای این مورد. فروش مستقیم به شما می آموزد که برای کسب ثروت تلاش کنید. وقتی که درباره فروش مستقیم تحقیق می کردم متوجه شدم که بیشتر سخنرانان در توضیحاتشان بابت تفاوت بین پول و ثروت دچار مشکل می شوند. در یک از جلسات یک نفر از حاضرین دستش را بلند کرد و پرسید چقدر پول پیدا می کنیم؟ متاسفانه سخنران نتوانست پاسخ درستی بدهد و تفاوت میان کار کارمندی و یک کسب و کار را بازگو کند. مهمتر از همه این که نتوانست در مورد تفاوت بین پول و ثروت چیزی بگوید. توضیحات ناقص سخنران باعث شد که بسیاری از حاضرین گیج یعنی گنز شوند و متوجه منظورش نشوند. به عنوان مثال سخنران در بخشی از پاسخش به این سوال گفت درآمدتان نامحدود خواهد شد، ولی مشکل این بود که بیشتر افراد حاضر در آنجا نمی‌دانستند که درآمد نامحدود یعنی چی و فقط توقع داشتن که درآمدشون کمی بیشتر شود. از نظر من آنها اصلا به ثروت فکر نمی‌کردند. باید بگویم که ما 2 نوع پول داریم. یکی پولی که با کار کردن و عرق ریختن به دست می‌آید و دیگری با استفاده از دارایی به دست می‌آید. اگر می‌خواهید پولدار شوید با پولی که از طریق دارایی به دست می‌آید نیاز دارید بچه‌ها. اگر میخواهید تمام عمرتان جان بکنید هیچ مشکلی ندارد، فقط باید برای پول کار کنید و صرف از طریق کار کردن پول کسب کنید. به نوع دوم پول اصلا فکر نکنید. متاسفانه اغلب مردم این کار را انجام میدهند، پس شما این کار انجام ندهید. البته این تمام ماجرا نبود و سخنران برای بار دوم همه را با حرفهایش گیج کرد، گنز کرد و گفت بسیار خوب، هیچ مشکلی ندارد. اگر میخواهید درآمدتان بیشتر از این که از شود، مثلا هر ماه $3,000 بیشتر پیدا کنید، ممکن است فکر کنید بدون کار کردن میتوانید تا پایان عمر هر ماه این مقدار پول پیدا کرد. بیشتر آنها سرشان را با علامت تایید تکان دادند، ولی اطمینان دارم بیشتر آنها فکر نمیکردند که چنین اتفاق بیفتد و بیشترشان میخواستند که از همین ماه $3,000 به درآمدشان اضافه شود و برایشان قابل قبول نبود که 1-2 سال باید منتظر بمانند تا بعد از بنا کردن کسب و کار وضع مالشان رو به بهبود بگذرد یا بگذارد. احساس من این بود که بیشتر حاضرین در جلسه کارمند و یا خیشفرما برای پول کار میکردند و افراد کمی بین آنها بود که به دنبال کسب و کار و همچنان سرمایه گذاری بودند. نمی دیگری از پول چی از بچه ها؟ بیاین در مورد ازی هم صحبت کنیم. یکی از دلایل مهمی که ثروتمندان ثروتمندتر می شوند این است که آنها برای نوی دیگری پول تلاش می کنند. نموداری زیر درک این مطلب را برایتان آسان تر می کند. شما یه نمودار را ببینین. بالا نوشته درآمد، پایین نوشته هزینه، در خط اوسیا درآمد هزینه، در پایین هم نوشته بدهی یا قرضداری و او سمت هم نوشته دارایی. این رو در نظر بگیرین. به چی میگن؟
به خاطر بسپاره نیرم. میگه برای آشنایی بیشتر با این نمودار تراز مالی میتوانید کتاب پدر پولدار پدر بی پول را بخوانید. انشالله که این کتاب را هم داینده کوشش میکنیم در این برنامه داشته باشیم و بخوانیم. این نمودار بسیار اهمیت دارد و قطعا باید آن را به خوبی درک کنید. ببینید درآمد، هزینه، بدهی یا قرضداری، دارایی واقعا مهمه دیگه. برای اینکه بیشتر درس‌های پدر پولدار ریشه در این نمودار به ظاهر ساده دارد. او میگوید رئیس بانک من هرگز از من کارت شناسایی نمیخواست و همیشه در مورد تراز مالی هم سوال میکرد. بعد اینکه وارد دنیای کسب و کار میشوید، تراز مالیتان کارت شناسایی شما میشود، برای اینکه نشان میدهد چقدر از هوش مالی برخوردار هستید. و همین دلیل درک این نمودار برای کسانی که میخواهند به استقلال مالی و ثروت بزرگ برسند بسیار اهمیت دارد. میفهمین تفاوت در کجاست؟ تفاوت در تمرکز. بیاین دوباره این عنوان بخوانیم. تفاوت در کجاست؟ تفاوت در تمرکز. با استفاده از این نمودار با آسانی میتوانید تفاوت بین روبی ای و ایس را با روبی بی و آی درک کنید. چیزی که قسمت چپ و راست چهارراه را از هم متمایز میکند تمرکز آنهاست. نمودارهای زیر منظور مرا بهتر بیان میکند. به زبان ساده تر، مرکز توجه بیشتر افراد روبهای ایس و ای بخش درآمدهای تراز مالی است. دوباره ای را ببینین، شما دوباره ای را ببینین، این نمودار دیگر را ببینین. خب به شکل دیگر و انجام به شکل پایین شما ببینین. عنوان بالا خب میفهمین درآمد است، بعد هزینه هست، بعد روبروی هزینه تیر زده شده، بعد پایین هم نوشته شده که بدهی و قرضداری، بعدم دارایی و در بالا پس دوباره همو است، اما از بالا با پایین خط زده شده. حالا گوش کنین چی معنی میده. خب بالا نوشته از درآمد، هزینه، بدهی، قرضداری، بعد این سمت دارایی آمده و تیر خورده سمت درآمد و هزینه. بعد اینه منظورش چی است؟ منظورش ایست که افراد روبی ای و اس تمرکزشان بر درآمد و هزینه است. درآمد میکنن، هزینه میکنن، درآمد میکنن، هزینه میکنن، درآمد میکنن، هزینه میکنن. یک گروه و افراد روبی بی چیکار میکنن؟ روبی بی و آی بیشتر به بخش دارایی های تراز مالی توجه دارن. یعنی فقط توجهشان به اینجاست، به دارایی. یعنی و توجهشان به هزینه و درآمد نیست، بلکه به دارایی توجه میکنن. پس سوال میکنم عزیزان، آیا هنوز هم برای پول کار میکنید؟ تفاوت های اولیه‌ای که تراز مالی نشان میدهد این است که آدم های روبی ای و ایس برای پول کار میکنن، ولی در مقابل افراد روبی بی و آی به جای کار کردن برای پول تمام وهم و غمشان را به سرمایه گذاری و کسب دارایی معطوف کردن و همین خاطر ثروتمندتر هستند. و اگر دست از کار بکشن باز هم داراییشان برایشان کار میکنن و پول پیدا میکنن. سه نوع دارایی داریم بچه ها، حالا گوش کنیم. در ستون دارایی سه نوع دارایی اصلی داریم. شما این عنوان ببینین، این جدول در بالا نوشته است درآمد، اوکی؟ پایین بعد هزینه، در سمت هزینه نوشته شده بدهی، قرضداری، این سمت نوشته شده دارایی. یک، کسب و کار روبی بی اگر دارین یک دارایی است برتان. دو، معاملات ملکی، خانه، املاک، جایداد، این دارایی تان است. سه، اوراق بهادار. یعنی در مجموع دارایی سه چیز است. کسب و کار روبی بی اگر در روبی بی کار میکنین در حقیقت او دارایی تان گفته میشه. معاملات ملکی همچنان روبی بی دارایی گفته میشه و اوراق بهادار. بچه ها برنامه ساده برای رسیدن به آزادی مالی دوست دارین؟ یک برنامه ساده برای رسیدن به آزادی مالی را صحبت بکنیم. طرح ساده ای که من و همسرم برای استقلال مالی داشتیم این بود که ابتدا کسب و کار را شروع کنیم و بعد سرمایه گذاری در املاک را انتخاب کردیم. همانطور که می دانید این برنامه از سال 1985 الی 1994 طول کشید. از صفر آغاز کردیم و به استقلال مالی رسیدیم و در نهایت خود را متقاعد کردیم بدون اینکه حتی یک سنت در بازار سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنیم. این برنامه ساده ما بود که با آسانی آن را دنبال کردیم. بسیاری از من سوال میکنن چرا از اول کسب و کاری برای خودت شروع نکردی؟
و سر راست نرفتید به سراغ معاملات ملکی؟ برای این پرسش سه پاسخ داشتم. اول اینکه شروع کسب و کار به ما کمک کرد تا پول زیادی به دست آوردیم. در ابتدای این کتاب 11 روش برای پولدار شدن آوردم. ازدواج کردن با یک فرد پولدار و و و اگه یادتان باشه. و برای من و کیم بهترین راه ثروتمند شدن ایجاد کسب و کار بود. پاسخ دوم من این است که نظام مالیاتی آمریکا بیشتر از همه به نفع افرادی است که درآمدشان را از روبی بی به دست می آورند. و در عوض کسانی که در روبی ای هستند به شدت سر کیسهشان یعنی جیبشان را خالی می کند. و پاسخ سوم من این است که بنای یک کسب و کار و سپس سرمایه گذاری روی ملک روشی است که بیشتر ثروتمندان واقعی آن را انجام می دهند. پس چگونه توانایی خرید ملک یا زمین را پیدا کردم؟ می باید بدانید دیگه. بعد از رکود سنگین بازار سهام در سال 2000 بسیاری ها متوجه شدند که سهام و سرمایه گذاری های مشترک بسیار وحشتناک خطرناک هستند و بهتر از بجای این کارها روی ملک سرمایه گذاری کرد. مشکل اصلی این بود که بیشتر مردم پول کافی برای سرمایه گذاری در ملک و یا زندگی در مناطق گران قیمت را نداشتند. سوالی که معمولا از من پرسیده می شود این است که من زمانی که قادر نیستم پول اجاره خانه ام را تهیه کنم چطور می توانم وارد خرید فروش ملک شوم؟ پاسخ من این است که کار روزانه تان را حفظ کنید ولی در پهلوی آن کسب و کار نیمه وقت هم شروع کنید. به محض اینکه کسب و کارتان درآمدزا شد در پهلوی از شغل روزانه تان با درآمدی که از کسب و کارتان به دست آورده اید سرمایه گذاری روی زمین را آغاز کنید، روی ملک را آغاز کنید. به این ترتیب به جای اینکه تمام عمرتان را صرف کار کردن برای پول بکنید، درست برین میگه این کار انجام بدین. پس دو نوع دارایی برای خودتان ایجاد کرده اید اینجا شما. حالا بیایم در مورد هوش صحبت کنیم. سه نوع هوش داریم بچه ها. همانطوری که برای موفقیت مالی نیاز به سه نوع آموزش، مدرسه و مکتب، کاری، مالی است، این ضرورت بود، به سه نوع هوش هم نیاز است. این سه نوع هوش عبارتند از: اول، هوش ذهنی. هوش ذهنی همان چیزی است که با عنوان IQ سنجیده می شود. دو، هوش احساسی. بعضی اعتقاد دارند که هوش احساسی 25 برابر قوی تر از IQ می باشد. نمونه های هوش احساسی عبارتند از حفظ خونسردی به جای جر و بحث، ازدواج نکردن به فردی که می دانید برای زندگی مشترک همسر مناسب نخواهد بود، و حفظ تمرکز و زود هیجان زده نشدن. رعایت نکردن آخرین گزینه علت بسیاری از مشکلات مادی انسان هاست. سه، هوش مالی. پدر پولدار می گوید هوش مالیت را بر اساس ترازنامه مالیت خواهند سنجید. یعنی میزان درآمدت، پس اندازت، میزان درآمدت و تعداد نسل هایی که بعد از تو می توانند از این ثروت استفاده کنند، میزان هوش مالی تو را نشان خواهد داد. چرا بسیاری آدم های باهوش ثروتمند نمی شوند؟ می دانید؟ سوال بسیار خوبی است. چرا بسیاری آدم های باهوش ثروتمند نمی شوند؟ یکی از دلایل اصلی که آدم های باهوش مانند پدر بیپولم با وجود IQ بالایشان نمی توانند ثروتمند شوند این است که هوش احساسی لازم برای کسب ثروت و موفقیت را ندارند. چهار علامت بارز، هوش احساسی پایین اینها هستند. یعنی نشان می ده هوش احساسیشان پایین است. این علامات شما ای را اگه دارین حذف کنین، هوش احساسیتون بیا بالا. یک، بسیار آسان پولدار میشن برای اینکه رست پذیریشان بسیار پایین است چون کارمند هستن، پس مالیات بیشتر پرداخت میکنن، نمیتونن هوشمندانه سرمایه گذاری کنن، پولشان را سپرگذاری میکنن تا سود کمی از بانک دریافت کنن، به اصطلاح در بانک ها میگذارن و همان پول اندکی که دریافت میکنن را مجددن به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکنن. دو، آرزوی سریع پولدار شدن را دارن. این افراد از صبوری لازم برخوردار نیستن، چیزی که جزء اساسی هوش احساسی است. آنها مدام از شغل به شغل دیگر و از ایده به ایده دیگر میروند، کار را شروع میکنن ولی بسیار سریع از آن خسته میشوند و آن را رها میکنن. سه، پولشان را خرچ هوس هایشان میکنن.
این افراد علاقه وافر به خرید کردن دارند. آنقدر خرید میکنند تا بالاخره از پا بیفتند. پولشان را قربانی هوسهایشان میکنند. آنها همیشه میگن پول مثل ماهی از دست میلخشد. 4. تحمل نگهداری هیچ چیز ارزشمندی را ندارند. یعنی هیچ چیز ارزشمندی را تحمل نگهداریش ندارند. و عباره دیگر، این افراد به سراغ چیزهایی میروند که آنها را فقیر میکند. مثلا خود من افراد را میشناسم که در ملک سرمایه گذاری کردن و به محض اینکه پولی به دست آوردن ملکایشان را تصفیه کردن و یا حتی قایق جدیدی خریدن و با آن به رخصتی یا تعطیلات رفتن. در واقع آنها سراغ چیزهایی میروند که ارزش اندک دارد و برای به دست آوردن آنها از چیزهای ارزشمند میگذرند. افراد با خصوصیات بالا معمولا هوش احساسی پایینی دارند. بسیاری از این افراد به جای ایجاد کسب و کار دوست دارند برای افراد دیگر کار کنند و یا اینکه به سختی برای به دست آوردن چیز تلاش میکنند. احساس ترس از بیکاری در آنها بسیار شدید است و به جای کار کردن برای رسیدن به استقلال مالی در بدر در جستجوی امنیت شغلی هستند. عزیزای دل، ممنون از اینکه در نیم ساعت مطالعه هر شب با ما سهم میگیرین و میایین رأس ساعت با ما هستین و تا آخر برنامه رو گوش میکنین، وگر نباید ویدیوش رو بعدن تماشا بکنین. کسی که از دست میتن، چون کتاب است، اگه یک فصلش از دست بتین اون لذت نداره. از این رو امیدوارم هیچ روز از این برنامه رو از دست نتین. ما رسیدیم به پایان صفحه 165 کتاب دانشکده کسب و کار از جناب رابرت کیوساکی. فکر میکنم یکی چند شبی دیگه آینده ای کتاب تمام بکنیم. پس ممنون از وقتتان، ممنون از فرصتتان و همچنان ممنون از اینکه سهم میگیرین و چیزهایی که یاد میگیرین با بقیه شیر میکنین و در فرهنگ مطالعه و کتابخوانی سهیم میشین. و بعد از اینکه ویدیو پخش میشه در صفحه اینستاگرام چند دقیقه بعد شما ای را به دوستانتان شیر میکنین تا اینکه آنها هم از اینها بهره مند شوند. امیدوارم استفاده برده باشین. روزتان خوش، وقتتان خوب، خدا نگهدار عزیزا. All the best.